سای مسیح به من و تو که به مسیح ایمان آوردیم یه برای دشمنان خود دعای خیر کن چون دلی که خدای ما داده این دل نمیتونه بدی کسی رو بخواد حتی دشمن رو هرچند دشمن اصلی ما شیطانه اونهایی که مخاطبینی هستن به هر دلیلی رقبتی به ما ندارن مخالف ما هستن با ما همراه هم فکر نیستن اصطلاح هم خب بهش میگیم دشمن انگلیزا دشمن از کردم دشمن در از خود شیطان هستش خدا دلی به من تو داده این رو یادمون باشه دلی به من تو داده که این دل ما نمیتواند برای مخالفینمون بد بخواد لعنت رو بخواد و این رو میدونیم به خوبی که لعنت بر میگرده توی پرانتز از این رو هستش که این نظام اسلامی یک سال هست اسرائیل رو لعنت کرد آمریکا رو لعنت کرد کشورهای دیگری که در برابرش ایستادن مرگ و لعنت کرد لعنت به خود نظام اسلامی برگشته حتما مردم ما در رنج هستند چرا چون نظام اسلامی همان غرور هست غروری هستش که ایستاده و این غرور از طرف شیطان هست این از ذهنم گذشت البته نویسنده در ادامه مزمور اعلام میکنه برعکس آنکه غرور و خود بینی. باعث درد و رنج میشه اما فروتنی برکت خواهد داشت در زندگی اون شخص اگر شخص قبول کنه و بپذیره با فروتنی بیاد جلو به اشتباهاتش به گناهان خودش اعتراف کنه و فکر و دل و احساس خودش رو تقدیس کنه و در جایگاهی قرار بگیره که اگر خدا برکتی به اون میده مثل آرامش و شادمانی بتونه اون رو جذب کنه و لبریز نشه ازش چون که تمام وجودش پر از نفرت و کینه است، حالا اگه خواهد خدا شادی و آرامش بده، وجود اون نمیتونه این رو بگیره. پس اول تخلیه میکنه یک شخص فروتن وجودش رو نسبت به تمام اعمالش، حتی دعاش این گونه خواهد بود: خداوند و من را ببخش نسبت به گناهان دانسته و ندانسته. همه رو اعلام میکنه در حضور خداوند. و ایمان داره که محبت خدا شامل او خواهد شد و گناه او نیز بخشیده خواهد شد در آیه 17 مزمور 7 مزمور 10 میخوانیم اعلام میکنه ای خداوند تو دعای فروتنان را میشنوی دل آنان را قوی میگردانی و به فریاد و زاری آنان گوش میدهی بنابراین این ثمره غرور و خودبزرگبینی نه تنها پیروزی و خوشی نیست بلکه باعث نابودی خود شخص می شود هرچند به ظاهر به نوع دیگه نمادش رو داره عنوان میکنه اما از درون داره متلاشی میشه در کتاب امثال 16 -18 اعلام میکنه نتیجه غرور هلاکت است و تکبر به سقوط می انجامد و نمیتواند به اون آرزوهای دلش برسه مگر اینکه فقط این آرزوهای دلش یک خوشخیالی باشه از این رو واژه غرور در انسان نماد امید نیست نماد اقتدار نیست نماد چشمنداز حقیقی نیستش و پولس رسول چه زیبا میگه در اول قرنتیان ده بیست و چار. اعلام میکنه هر کس نفع خود را نجوید بلکه نفع دیگران را چرا مبادا به چاله و به دام غرور گرفتار بشه